امشب در 24 تنش در سازمان ملل. وزیر خارجه ایران تلویحاً ایالات متحده رو تهدید کرده. If the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. حسین امیر عبداللهیان گفته اگر درگیری در غزه کنترل نشه آمریکا در امان نخواهد بود. روسیه میزبان هیئتی از حماس، همزمان با حضور شماری از اعضای ارشد حماس، علی باقری کنی هم به مسکو سفر کرده. توسعه نبرد رسانه‌ای در میانه جنگ اسرائیل و حماس، هر دو سوی منازعه همزمان با تلاش برای پیشبرد جنگ در روی زمین درگیر کارزارهای تبلیغاتی هستند. و ناخرسندی قانونگذاران آمریکایی از آزادی دارایی‌های مسدود شده ایران، نمایندگان کنگره نگرانند این مبالغ صرف گسترش جنگ در منطقه بشه. از اورشلیم این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام به شما. ساعتی پیش در جلسه فوق‌العاده و متشنج در سازمان ملل متحد، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به بمباران غزه تلویحاً ایالات متحده را تهدید به واکنش کرده. در حالی که آمریکا خود عملاً و مستقیماً در ارتکاب جنایات علیه فلسطینی‌ها نقش و دخالت دارد، او در مقامی نیست که بتواند دیگران را به خیشتنداری و عدم توسعه جنگ دعوت کند. لذا ما نسبت به پیامدهای غیر قابل کنترل حمایت‌های نامحدود مالی، تسلیحاتی و عملیاتی کاخ سفید از رژیم تل‌آویو که منجر به گسترش شدت بمباران غیر نظامیان و زنان و کودکان فلسطین در غزه و کرانه باختری شده قویاً هشدار می‌دهیم. تحولات کنونی فلسطین همچنین به وضوح ثابت کرد که نه تنها نتیجه هر گونه عادی سازی روابط با تل‌آویو، نادیده گرفتن حقوق مشروع و تاریخی ملت فلسطین است، بلکه هر تلاشی برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل محکوم به شکست است. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به ما پیوسته. مریم، نادر هستش که وزیر خارجه ایران بیاد در مجمع عمومی اینچنین سخنرانی بکنه. جلسه میشه گفت متشنج بود، هم سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم نماینده دائم اردن در اونجا سخنرانی های بسیار پرشوری داشتند و وزیر خارجه ایران هم به نظر میاد که تلویحاً آمریکا رو تهدید کرد. دقیقاً فرداد، سه اولین سخنرانی که ما داشتیم از اسرائیل، فلسطین و وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، هر سه سخنرانی‌های مهمی بودند و همه نکات خیلی مهم و حتی تهدید به همراه داشتند. موردی که نماینده فلسطین مطرح کرد موضوع آتش‌بس بود و همچنین توقف کوچ اجباری مردم غزه بود و همچنین گفت که 1700 زن در چند روز گذشته در غزه کشته شدند و از جامعه جهانی خواست که هرچه زودتر دست به کاری عملی ببره و در این مورد کاری انجام بده تا این آتش بس هرچه زودتر عملی بشه و خواستار رأی مثبت اعضای سازمان ملل شد برای قطعنامه‌ای که قرار هست فردا در موردش رأی گیری بشه. اما نماینده اسرائیل درباره حملات 7 اکتبر حرف زد، حملات تروریستی که به گفته او زنان، کودکان و آدمانی که کهنسال هستند رو مورد هدف قرار داده بود و نحوه کشتار مردم اسرائیل رو در موردش صحبت کرد و او گفت که این قطعنامه‌ای که امروز به مجمع عمومی سازمان ملل آورده شده نباید توسط اعضای
سازمان ملل حمایت بشه و گفت که باید رأی منفی بگیره و از اعضا خواست که به این قطعنامه رأی منفی بدن. او گفت تنها اشتباه دیگری که در این مجمع امروز اتفاق میافته نماینده رژیم تروریستی و وحشیانه جمهوری اسلامی هست که اینجا حضور داره. او امیر عبداللهیان رو قاتل خوند و گفت تمام مقامات جمهوری اسلامی که به مقر سازمان ملل میان قاتل هستند و دستشون به خون مردم اسرائیل، مردم اوکراین و دیگر مردم در منطقه آلوده هستش. ولی نماینده جمهوری اسلامی امیر عبداللهیان امروز به نمایندگی از جمهوری اسلامی سخنرانی کرد. وزیر امور خارجه که دیروز شامگاه چهارشنبه به نیویورک رسید و او گفته بود که اومده در مجلس اضطراری مجمع عمومی اشتراک بکنه تا موضع جمهوری اسلامی رو بیان بکنه، که دقیقا همین کار رو کرد. او درباره موضع جمهوری اسلامی حرف زد و میشه گفت که تهدید کرد ایالات متحده آمریکا رو و گفت که ایالات متحده آمریکا باید برای توقف جنگ تلاش بکنه و از مسلح کردن اسرائیل دست برداره. و او گفت که اگر دامنه این جنگ گسترده تر بشه آمریکا هم در امان نخواهد بود. او از حماس به عنوان نهضت آزادسازی مردم فلسطین یاد کرد و گفت که ما در منطقه خود به حمایت از مردم فلسطین و حماس تلویحا این مورد رو مطرح کرد ادامه خواهیم داد. به هر حال جلسه مجمع عمومی سازمان ملل، جلسه اضطراری، هنوز ادامه داره. در حال حاضر یک توقف ایجاد شده برای ناهار و قرار هست بعد از ظهر ادامه پیدا بکنه و کشورها به سخنرانی‌های خودشون ادامه خواهند داد و فردا هم این نشست اضطراری ادامه پیدا خواهد کرد. امریکا فردا بعد از ظهر سخنرانی خواهد کرد و قطعنامه‌ای که از سوی کشورهای عربی پیشنهاد شده قرار فردا ساعت 6:30 بعد از ظهر به رأی گذاشته بشه. اما در مورد سفر عبداللهیان، او قراره که با دبیرکل سازمان ملل هم دیدار بکنه و خودش گفته که با شرکای بین المللی و منطقه‌ای هم دیدار خواهد داشت. خیلی ها اعتراض کردن به حضور او در نیویورک، مخصوصا در این مقطع زمانی که منطقه در این بحران قرار داره و خیلی ها جمهوری اسلامی رو باعث این بحران میدونن و میگن که جمهوری اسلامی در این جنگ سهیم هست به خاطر حمایتش از حماس و دیگر گروه های نیابتی در ایران، در منطقه و منطقه خاورمیانه. به هر حال باید منتظر واکنش های بیشتری باشیم و ببینیم واقعا این قطعنامه به تصویب خواهد رسید. به نظر میرسه که حداقل 26 کشور که متحدان ایالات متحده آمریکا هستند به این قطعنامه رأی منفی بدن و بیشتری از کشورها هم رأی ممتنع. فرداد. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگار ما از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. همونطور که مریم هم اشاره کرد، در این جلسه گیلاد اردان سفیر اسرائیل گفته که روز 7 اکتبر مشخص شد که منشور حماس تنها مجموعی از کلمات خالی نیست. او گفت حماس فقط با یک هدف به اسرائیل حمله کرد و اون کشتار وحشیانه مردم اسرائیل بود. دوستان من، در روز 7 اکتبر کاملا روشن شد برای تمام جهان که منشور حماس یک گردآوری از کلمات خالی نیست، بلکه یک برنامه عملی بوده و برنامه عمل کرده اونها بوده. تصور بکنید یک روز آفتابی، آسمون صاف، موسیقی در حال پخش شدن و جوانها دارند میرقصند، یک کنسرتی برای صلح رو دارن جشن میگیرن. اوایل صبح بوده در روز شبات و تازه آفتاب در آمده بوده تا یک روزی آزاد بشه و یکی از سیمخات هووا بوده و به این معناست که لذت تورا که ما جشن میگیریم کتابمون رو، کتاب مقدس خودمون رو، و در یک چشم هم زدن. این
بهشت تبدیل به جهنم روی زمین میشه. این صبح صلح‌آمیز و هواش پر از موشک میشه و صدای موشک‌ها و آژیر میشه. هزاران خمپاره و موشک حماس به صورت بی‌رویه بر سر شهرهای اسرائیلی و دهکده‌ها پرتاب میشه، ولی موشک‌ها فقط یک پوششی برای هدفشون بوده که بعدش اتفاق میفته، که تروریست‌های حماس که حمله میکنن از دریا، زمین و هوا به اسرائیل، اونا فقط با یک هدف آمدن، فقط یک هدف داشتن، برای اینکه با وحشیگری هر کسی که باش روبرو شدن و زنده بود هر موجود زنده رو بکشن. حماس از خانه به خانه رفتن و این کار رو کردن و برنامه داشتن، قبلش هدفمند و برنامه‌ریزی کردن برای این حمله و مردم غیر نظامی رو در تخت خوابهای خودشون کشتن. مهرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول به ما پیوسته. آقای فرهمند، هم نماینده دائم اسرائیل در سازمان ملل، هم بعضی دیگر از نمایندگان از جمله نماینده اردن سخنرانی‌های بسیار پرشوری داشتند و جمهوری اسلامی در سطح وزیر خارجه شرکت کرد. به نظرتون چه پیامی رو داشت تهران میداد؟ این پیام تهران این بود که ما رو جدی بگیرید و اینکه راه حل قضیه غزه از ما می‌گذره. به هر حال همه اذعان دارم که نزدیکترین دولت در منطقه به حماس، به جهاد اسلامی و به حزب الله دولت جمهوری اسلامی ایرانه، و وقتی که متهمش میکنن که پشت حماس ایستاده، تعویضی کرده این عملیات رو و بهش کمک رسونده برای اجرای اون و همچنان هم داره کمک رسانی میکنه، قاعدتا اگر که بخوان دنبال راه حلی باشن برای این جنگ باید سراغ ایران برن. در حالی که در دو سه هفته گذشته، در دو هفته ای که میگذره از این جنگ در غزه، ما دیدیم که در نشست های بین المللی ایران نادیده گرفته شد، به نشست قاهره دعوت نشد و آن تماس هایی که با ایران بوده تماس های پشت پرده بوده، تماس های غیر علنی بوده و این در واقع نخستین ظهور علنی نماینده ای از ایران در صحنه دیپلماسی غزه است. لحن تند آقای امیر عبداللهیان هم مشخصه که واکنشی است به لحن مقامات آمریکایی، که اونها هم لحنشون در یکی دو روز اخیر تندتر شده. یعنی در آغاز آمریکایی‌ها قدری با مماشات با ایران نسبت به ایران صحبت می‌کردن، تلاش می‌کردن که ایران رو مبرا بدونن از اینکه در تحریزی و اجرای این عملیات نقش مستقیمی داشته، اما به تدریج ما دیدیم که در دو سه روز اخیر لحن آمریکایی‌ها تند شد و به همون نسبت هم آقای امیر عبداللهیان لحن تندی امروز نسبت به آمریکایی‌ها به خودش گرفت. هرچند او در عین حال این رو هم خاطر نشان کرد که ایران خواهان این نیست که جنگ در منطقه فراگیر بشه و به بیرون از غزه گسترش پیدا بکنه. چقدر فکر میکنید که ایران کارت‌های مهمی در دست داره در این درگیری فعلی؟ به هر حال الان در این درگیری حماس و جهاد اسلامی و حزب الله که الان مستقیم درگیرند و با حدی هم گروه های مورد پشتیبانی ایران در عراق یا هر و حتی حوثی ها، اینها کارت های هستن که ایران میتونه باهاشون بازی بکنه و شاید ایران به دنبال این هستش که بتونه در این وسط، اگر که در واقع غربی ها جدی بگیرنش و به نوعی بخوان بیان و باعث تصویر، یکی از احتمالاتی که میشه داد این استش که ایران بخواد از این موقعیت برای امتیازگیری استفاده بکنه و طبیعتاً وزن کافی رو هم در خودش میبینه که اگر که روی حماس و جهاد اسلامی بخواد فشار بیاره و هر آن که بخواد میتونه این جنگ رو متوقف کنه. اما از طرف مقابل اسرائیلی‌ها هم هستن، یعنی حتی اگر خواست آمریکایی‌ها و دیگر دولت‌ها این باشه که به نوعی با ایران کنار بیان تا ایران از وزن خودش برای توقف این وضعیت استفاده بکنه، از اون وقت راضی کردن اسرائیلی هاست که در شرایط حاضر خیلی سخته، چون که اسرائیلی ها درسته که اونها الان اگر از دید انتقام گیری میخوایم نگاه بکنیم، شمار کشته هایی که به فلسطینیان وارد آوردن 5 برابر کشته هایی است که خودشون متحمل شدند و حالا حجم ویرانی و نابودی زیرساخت های غزه را هم کنار بگذاریم، اما راضی کردن اسرائیلی‌ها به این که در این مرحله متوقف بشن و تن به آتش بس بدن که این آتش بس در واقع آتش بس مداومی هم بخواد بشه سخته.
ولی به نظر میرسه که تلاش ها همچنان داره صورت میگیره که به نوعی اسرائیلی ها رو بادار بکنن که در یک مرحله دیگه این جنگ رو متوقف کنن. ولی آقای فرمان، تو همین جلسه امروز سفیر اسرائیل گفت که هدف ما اقدام تلافی جویانه انتقام نیست، هدف ما نابودی کامل حماسه و این خب هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی خواهد بود. یکی از به هر حال تشکیلات اصلی آنچه که اونها محور مقاومت میخونن رو از بین خواهند برد. درسته، در صورتی که حماس بخواد از بین بره برای جمهوری اسلامی هزینه سنگینی، اما خب جمهوری اسلامی هم لابد به خودش حساب میکنه که حماس به این راحتی از میان بردنی نیست و ورود زمینی اسرائیل به غزه که مستلزم از میان بردن حماسه جنگی ساده ای نخواهد بود، جنگی نخواهد بود که به زودی به پایان برسه، جنگ فرسایشی طولانی خواهد بود. در لحن مسئولان ایرانی هم که ما دیدیم در این روزها پشتر هم منتشر میشه که میگن که مسئولان سپاه میگن که اگر اسرائیل وارد غزه بشه در اونجا دفن خواهد شد و از این نوع تهدیدها، یعنی دل به این بستن که اسرائیل اگر که بخواد وارد بشه با وضعیت بسیار دشواری روبرو خواهد شد و شبه سامانند جنگ 2006 لبنان، سرانجام بدون اینکه به اهدافش برسه از غزه خارج بشه، یا اینکه امیدوارن که اسرائیلی ها محاسباتشون اونها رو به این نتیجه برسونه که بهتره که به چنین جنگی وارد نشن، یا اینکه فشار غرب و متحدان اسرائیل آمریکا اسرائیلی ها رو راضی کنه که از این پا رو فراتر نگذارن و به یک مرحله رضایت بدن و متوقف کنند. ممنونم از شما مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول. واشنگتن پست سخنان ژنرال بازنشسته آمریکای جوزف بتل رو منتشر کرده که گفته آمریکا با جواب ندادن به حملاتی که علیه نیروهاش در منطقه انجام میشه اجازه داده که این حملات عادی بشن. آقای بتل سالها فرمانده سنتکام بوده. واشنگتن پست میگه جو بایدن باید بین مخالفت از نیروهای محافظت ببخشید از نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه و جلوگیری از بزرگتر شدن بحران جنگ تعادل برقرار کنه. به نوشته این نشریه گروهی از جمهوری خواهان در کنگره هم از بایدن خواستن که به این حملات جواب بده. بایدن روز چهارشنبه گفته بود که به خامنه‌ای هشدار داده اگر همچنان به اقداماتش علیه نیروهای آمریکایی ادامه بده آمریکا پاسخ خواهد داد. همون روز خبرگزاری دولتی ایرنا از قول محمد جمشیدی معاون ابراهیم رئیسی نوشت که پیام‌های آمریکا به ایران خطاب به علی خامنه‌ای نبوده. جمشیدی گفته بود اگر بایدن فکر میکنه که به ایران هشدار داده بهتره از تیمش بخواد متن نهایی پیام‌ها رو به اون نشون بدن. به گفته آقای جمشیدی پیام‌های آمریکا چیزی جز درخواست و تقاضا از ایران نبوده. محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ماست. آقای سازگارا، میدونم که وضعیت بسیار متشنج هست، ولی این حرفی که فرمانده سابق سنتکام داره میزنه روی زمین هم در عمل داره دیده میشه که به نظر میرسه آستانه تحمل ایالات متحده آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی خیلی بالا رفته. شاید زمانی کسی فکر نمیکرد که به یک پایگاه آمریکایی، به نیروهای آمریکایی از سمت جمهوری اسلامی یا هر کشور دیگری حمله ای صورت بگیره و اونها به این راحتی کنار بیان. بله، وضعیت بسیار حساس و بحرانی الان. واقعیت این است که آقای فرزاد در 44 سال گذشته بارها جمهوری اسلامی حرکات ایزایی و اگه بگیم یا تروریستی علیه امریکا داشته، غیر از گروگانگیری سفارت امریکایی ها بعد از اون، به خصوص در دوره ریگان مسئله انفجار مقر تفنگدارای دریایی امریکا در بیروت یا انفجار خبر یا شاید آخریش دوره ترامپ مسئله زدن یک پهپاد که دو هوای بین المللی میرفته، مواردی بوده که جمهوری اسلامی در واقع به قول معروف پاشو رو دوم امریکا گذاشته. اما از کارتر تا همین الان آقای بایدن رئیس جمهورهای امریکا، چه دموکرات بودن چه ریپابلیکن و جمهوری خواه، ترجیح دادن به اصطلاح روشونو بکنن اون بر به ایران اخطار کنن که دیگه نکن از این کارا، اگر بکنی با ما طرفی، و نمیخواستن درگیر جنگ بشن. اما الان چون اتفاقی که در غزه افتاده، اولا پای اسرائیل در میونه، ثانیاً
ابعاد این ماجرا خیلی وحشتناک و بزرگ و بین‌المللی شده و ثالثاً که استراتژی امریکایی‌ها الان این است که به همراه اسرائیل جنگ رو محدود به غزه نگه دارن، نه حزب الله دخالت کنه، نه سوریه، هشت و شبیه سوریه یا هشت و شبیه عراق دخالت کنن، راه اسلحه رو ببندن و نگذارن در منطقه توسعه پیدا کنه. برعکس چیزی که معاون آقای رئیسی گفته، تا اونجایی که من خبر دارم اتفاقا به پیام امریکایی‌ها خیلی پیام‌های سفت و محکمی بوده، تهدید کردن، جدی گفتن و فکر می‌کنم حکام تهران هم این رو جدی گرفتن. این که آقای امیر عبداللهیان هم حالا خب اگر جدی گرفتن، آقای سازگارا سخنرانی، ببخشید حرفتون رو قطع کردم، سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی رو مطمئنم امروز در سازمان ملل شنیدید، اگر تهران واقعا تهدیدهای آمریکا رو جدی گرفته، چرا به نظرتون پس تهدید متقابل میکنن؟ آیا فکر میکنن تهدیدهای آمریکا عملی نخواهد شد، جدی نیست، یا فکر میکنن که دست بالا رو دارن و میتونن ایالات متحده و اسرائیل رو دچار مشکل بکنن؟ نه ببینید، این مشاجره لفظی در صحن مجمع عمومی که اصلا امیر عبداللهیان برای همین اومده که از این تریبون استفاده کنه، چون جای دیگه دعوتشون نمیکنن و حرف بزن. خب نماینده اسرائیل هم خیلی تند حرف زده نسبت به جمهوری اسلامی و بلعکس یا له تند شده. اونی که ملاکه روی زمین، روی عمله و اینی که من موافقم ممکنه در ایران، تا اونجا که من میدونم الان سیاست این است که به قول باب گیت که وزیر دفاع است و آمریکا، اینا پراگماتیستن، هر وقت ببینن با آمریکا ممکنه کار به درگیری بکشه حرارتو میارن پایین، پاشون عقب میذارن. و تا اونجا که من میدونم الان هم همین رو دستور ایرانه. ولی یک چیز رو واقعیت بگم، سندی هم برش ندارم، ولی من دلنگرانم، یعنی چیزی که ممکنه اینو به هم بزنه نقشی که روسا ممکنه بازی کنن. روسا در دستای پیدا و پنهانی در سپاه، در بیت رهبری، در نقاط حساس کشور ما دارن و میدونیم روسا براشون مطلوبه که درگیری بشه، گسترش پیدا کنه، دنیای اسلام علیه آمریکا بشه، پای آمریکا اونجا گیر بیفته، قیمت نفت بالا بره، اوکراین از توجه بره بیرون. بنابراین نمیتونم با اطمینان بگم که جمهوری اسلامی به مراکز امریکایی حمله نخواهد کرد، ولی این رو از این طرف میتونم بگم، چون میدونید تصمیم نظامی نهایتاً با شخص رئیس جمهور امریکاست و وزارت دفاع و غیره و غیره اطلاعات و همه تدارکات رو میکنن، این رئیس جمهوره که باید ماشه فشار بده. من با شناختی که از آقای بایدن دارم، شخص خودش، باز دوروریاشو کاری ندارم، اگر اون دوتا اخطار را علنی به ایران کرده، اگر ایران بخواد بزنه جمهوری اسلامی مراکز امریکایی رو، چون پدافندهای موشکی و اینا هم امریکایی ها دارن منتقل میکنن، اصلا اسرائیل حملش رو عقب انداخته زمینی تا به خواست امریکا تا این تجهیزاتش برسه، پادگان هاش رو در تمام منطقه بتونه محافظت کنه جلوی احتمالاً کارهای ایران، اگر بکنن من فکر کنم بایدن جواب میده، در چه حدی نمیدونم، ولی برخورد خواهد کرد و یک ناو هواپیماور علاهده دارن میفرستن دریای عرب که تیررسش به تمام نقاط ایران برسه، برای اینکه اونجا بتونن به اصطلاح عملیاتی هم که میخوان بکنن. ممنونم از شما محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی. بنیگانس گفته که بازگرداندن امنیت به جنوب اسرائیل بعد از حمله 7 اکتبر سالها طول میکشه. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و بنی گانس رهبر اپوزیسیون کشور برای تشکیل دولت وحدت ملی به توافق رسیده بودند و آقای گانس عضو کابینه جنگ شده. آقای گانس با تاکید بر مبارزه با ترور در داخل غزه گفته اسرائیل نابود نمیشه، اما دشمنانش ممکنه به چنین سرنوشتی دچار بشن. ما برای بازسازی مجدد فضا تلاش میکنیم. مبارزه با تروریسم در هر نقطه از نوار غزه و هر زمان که لازم باشه به منظور اطمینان از بازگردوندن امنیت ادامه داره. این مانور تنها یک مرحله از یک فرایند بلند مدته که شامل جنبه های امنیتی، سیاسی و اجتماعیه
و احتمال داره چند سال طول بکشه. ما دیگه به دیگران اعتماد نمی کنیم، هر چقدر هم که مهربون باشن. ما فقط از خودمون محافظت می کنیم. پشت اشکای ما یک کشور و نیروی قوی ایستاده. امروز میخوام به شما بگم که ما نابود نخواهیم شد، بلکه دشمنان ما هستند که به چنین سرنوشتی دچار میشن. وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفته هیئتی از حماس برای دیدار با مقامات وارد مسکو شدند. روسیه درباره سفر این هیئت جزئیات بیشتری نداده، اما خبرگزاری دولتی روسیه گفته ابو مرزوق یکی از فرماندهان ارشد حماس عضو این هیئت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بخش دیگری از کنفرانسش به رسانه‌ها گفته باقری کنی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در حال حاضر در مسکو است. همکارم بابک اساقی اینجا در اورشلیم به ما پیوسته. خوشحالم که از نزدیک می‌بینم تماش از تل آویو در ارتباط بودیم. برسیم به واکنش‌های بین‌المللی. امروز دیدیم در سازمان ملل تشنج زیادی بود. مسکو می‌بینیم داره میزبانی می‌کنه از حماس. چطور اینها رو اینجا در اسرائیل دارن رصد می‌کنن؟ بدون شک یکی از جبهه‌های اصلی این جنگ جبهه سیاسی هستش، در کنار جبهه‌های جنگی که امروز برقرار هستش، و باید فرد به این نکته توجه کرد. آنچه که امروز در مجمع عمومی سازمان ملل گذشت، در هیچ یک از رسانه‌های اسرائیلی واکنشی به اون نشون ندادن. حتی من دنبال کردم، هیچ یک از 4 کانال تلویزیونی اصلی اسرائیل هم اون را به صورت مستقیم نشان نداد. دلیل اون همین هستش که مجمع عمومی سازمان ملل سالهاست که صدها بیانیه در محکومیت اسرائیل بیرون داده، اما به هیچ بیانیه، حتی یک بیانیه هم در محکومیت سازمانهای مثل حماس ما به هیچ عنوان ندیدیم. و دلیل این هم همان اکثریت اتوماتی هستش که در مجمع عمومی سازمان ملل برخوردار است، به خاطر کشورهای عرب و مسلمان. در نتیجه زیاد اسرائیل به این مسئله توجهی نشون نمیده. البته افکار عمومی بسیار مهم هست، اما تصمیمی که فردا است در مجمع عمومی خواهد گرفته شد، بدون شک محکومیت اسرائیل خواهد بود، و اسرائیل تلاش خواهد کرد که مقامات سیاسی اون تمرکز خودشون رو بر افکار عمومی قرار بدن و نه به تصمیمی که در سازمان ملل گرفته میشه. یک نگرانی بزرگی که مشخص از همه اینجا داره، نه فقط در اسرائیل، در کل منطقه، اینه که آتش این جنگ فراتر از غزه بره. میبینیم تهدیدات جمهوری اسلامی رو، میبینیم راکت پرانیایی که از لبنان، از سوریه، حتی در مواردی از یمن شده رو میبینیم. چقدر با جدیت این نگرانی اینجا دنبال میشه؟ در ابتدا باید بگم که فضای مردم اسرائیل امروز، من در چند روز گذشته، در 3 هفته گذشته تقریبا در تمامی مناطق جنگی در داخل اسرائیل بودم، و در حال حاضر تمامی تمرکز مردم اسرائیل بر انتقام از حماس هستش. من با سربازان ذخیره‌ای که در جبهه‌های مختلف هستند، 300 هزار سرباز ذخیره به جبهه شمال و جنوب رفته، همه اونها تنها آماده و منتظر فرمان ورود به جنگ در غزه هستند و کمتر از این رو تحمل نخواهند کرد. اونهایی که فکر میکنن که این امکان وجود داره که آقای نتانیاهو در یک مرحله ای مسئله ورود به غزه را خیلی بخواد عقب بندازه یا حتی اون را باطل و متوقف بکنه، همچین امکانی در بین سربازان وجود نداره. بدون شک انصراف خواهند داد. در حال حاضر اسرائیل و مردم اسرائیل خواهان شکست و همان تصویر پیروزی هستند و آنچنان به این فکر نمی کنند که شاید این جنگ به جبهه‌هایی چون شماره 2 لبنان، شماره 3 سوریه، شماره 4 کرانه باختری و دور از اون یمن و غیره و غیره و حتی جمهوری اسلامی ایران برسه. در حال حاضر افکار عمومی در اسرائیل، حداقل چون که من در آنچه که بین سیاسیون میگذره نیستم، افکار عمومی در اسرائیل خواهان جنگ و خواهان شکست حماس. بابک، میخوام یه سوال یکم شخصی تر از خودت بپرسم. تو از ایران مهاجرت کردی اومدی اینجا در اسرائیل. طبیعتاً اون جنگ‌های بزرگو که فی به سن سالت هم نمیرسه ندیدی، مثل یوم کیپور. همیشه راکت پرانی بوده، تنش در کرانه باختری بوده، از سمت‌های مختلف از لبنان هر از گاهی نزاع و درگیری بوده، ولی هیچ موقع تصور می‌کردی که همچین اتفاقی در اسرائیل بیفته؟
مجبورم که از اون قالب خبرنگاری کمی بیرون بیام و به عنوان یک شهروند ایرانی اسرائیلی توضیح بدم و پاسخ بدم. ساعت 6:20 صبح در رخت خواب روز شنبه با صدای آژیر همه بیدار شدیم و من به عنوان کسی که اخبار را دنبال می کردم تنها فکر کردم که شاید باز هم یک موشک پرانی، یک اتفاقی افتاده، دوباره یک جنگ کوتاه مدت چند روزه خواهد بود و پس از اون دوباره هر کسی به کار و زندگی خودش باز خواهد گشت. هیچ وقت در بدترین کابوس های زندگی هم فکر نمی کردم که دروازه های غزه باز بشه و افراد حماس به اسرائیل بیان و این گونه به کشتار مردم اسرائیل دست بزنن. نباید این را هم فراموش بکنیم، خیلی ها میشینن و در تفسیرهاشون میگن که باید الان 50,000 نفر از فلسطینی ها را کشت و باید این کار را کرد. خون مردم اسرائیل گرمه، قلب ها دردناکه، اما بدون شک من در حقیقت خودم را بگم به هیچ عنوان حاضر به کشتن هیچ کودکی در هیچ جای دنیا، هیچ بیگناهی نه در غزه نه در اسرائیل نه در هیچ جای دنیا نیستم و هنوز به این میاندیشم که حماس چگونه فکر کرد. او میدانست که اگر همچین کشتاری در اسرائیل به راه بیاندازه ارتش اسرائیل بیکار نخواهد نشست، بدون شک پاسخ این یک کشتار در غزه هم خواهد بود و این مسئله است که بیشتر از همه افکار منو درگیر کرده. فرداد، ممنونم از تو. بابک اساقی همکارم اینجا در اورشلیم با ما. صدر اعظم آلمان گفته غیر نظامیان ساکن در نوار غزه قربانیان حماسن و خواسته تلاش ها برای ادامه کمک های بشردوستانه به غزه ادامه پیدا کنه. رهبران اتحادیه اروپا پیشنویس بیانیه‌ای را آماده کردند و خواهان وقفه بشردوستانه برای ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه شدند. حالا این موضوع مربوط به ماست که حمایتمون رو از اسرائیل به خاطر دفاع از خودش در برابر حمله وحشتناک حماس اعلام کنیم. اون حمله وحشیانه و وحشتناک خلاف تمام اصول بشریت علیه کودکان، خانواده ها، جوانان و سالمندان بود. بنابراین مهمه که ما یک موضع مشترک داشته باشیم. همانطور که برای آزادی همه گروگان ها تلاش می کنیم، برای حمایت بشردوستانه از شهروندان غزه که قربانیان حماس هستند و حماس از اونا برای اهداف خودش استفاده می کنه هم تلاش کنیم. ما هر کاری بتونیم انجام میدیم تا درگیری به کل منطقه سرایت نکنه. در شمال حزب الله وارد جنگ نشه یا ایران و نیروهای نیابتیش در این جنگ مداخله نکنن. اینا همه نیاز به همبستگی ما داره. این یک خبر فوری است. الجزیره اعلام کرده همسر، پسر و دختر یک خبرنگار این شبکه در حمله هوایی دیروز اسرائیل به اردوگاه نصیرات در مرکز غزه کشته شدند. الجزیره در بیانیه گفته خانواده وائل دهدو بعد از شروع بمباران ارتش اسرائیل از شمال غزه آواره شده و به اردوگاه نصیرات در مرکز غزه پناه برده بودند که کشته شدند. این فاجعه واقعا بزرگه، به ویژه اینکه بر کودکان و زنان تاثیر میذاره. تعداد زیادی از زنان و کودکان و خانه های مردم مورد حمله قرار گرفتن. منشه امیر، تحلیلگر مسائل اسرائیل اینجا در اورشلیم با ماست. ممنونم آقای امیر که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر از شما. اسرائیل میگه که کسانی که در شمال غزه هستن به نقاط جنوبی برن و میگه که غیر نظامیان رو هدف قرار نمیده. چطور هستش که خبرنگار الجزیره خانوادهش که در جنوب غزه هم بودن اینطور کشته میشن؟ ببینید، مسلم میدونم که روی بمبی که هواپیمای اسرائیلی پرتاب کرده ننوشته شده بود که مقصد کشتن یک فرد مشخصه. اونا در نقطه‌ای بودن که مورد حمله قرار گرفته، نقطه نظامی بوده، نقطه فعالیت گروه‌های تروریستی حماس بوده. حماس همیشه در طول سالها برای تبلیغات خودش و مظلوم نشون دادن خودش مردم بیگناه و بیدفاع رو سپر بلا کرده، سپر انسانی کرده و اگر افرادی از خانواده های تلویزیون الجزیره کشته شدن این مسلماً عمدی نبوده، جنبه اتفاقی داشته. این حادثه درست موقعی انتشار پیدا میکنه که در اسرائیل صداهایی میگوید که کار تلویزیون الجزیره در اسرائیل رو باید متوقف کرد به خاطر اینکه کسانی که
برنامه های تلویزیون رو میبینن، میبینن که همش نفرت‌زایی و ضربپاشی علیه اسرائیل، همش ترور حماس رو، ترور فلسطینی رو تشویق میکنه و علاوه بر این مناطق استقرار نیروهای اسرائیلی رو فاش میکنه و در واقع ضرر داره برای کشور اسرائیل و باید کارش متوقف بشه. ولی بسیار بعید میدونم که در دموکراسی اسرائیل چنین کاری امکان پذیر باشه. همین امروز گزارش های اومد که دفتر نخست وزیری گفته که فعلا اصلا دنبالش نمیریم چون گفتن موضوعات خیلی مهمتر این کشور درگیرش هست. دقیقاً به این رو شما یادآوری میکنید و تکرار میکنیم که الان قطر در واسطه گری برای آزادی گروگان های اسرائیلی نقش اساسی داره. اگر رئیس شورای امنیت ملی اسرائیل صخی هنگبی میآید و تحسین میکنه تلاش های قطر رو، این دشوار میکنه که کار الجزیره رو در اسرائیل متوقف بکنه. ولی یک مشکل قضایی بسیار بزرگ هم وجود داره و اون این که از نظر قوانین اسرائیل نمیشه کار یک خبرنگار خارجی رو در اسرائیل متوقف کرد. اونهایی که موافق بیرون کردن نماینده الجزیره هستن میگوین ولی ما الان در شرایط جنگی قرار داریم و اون چرا که دیوان عالی عدالت اسرائیل میگوید در شرایط جنگی قابل دفاع و قابل اجرا نیست. ممنونم از شما منشه امیر، کارشناس مسئله خاورمیانه. سپاس. ارتش اسرائیل به فلسطینی ها در غزه گفته که برای امنیتشون به جنوب برن، اما گلوله ها تا شهر خان یونس در جنوب غزه هم میرسن. رویترز میگه بیش از 600 هزار نفر به خاطر ادامه جنگ بی خانمان شدن. یکی از این شهروندان غزه که به جنوب رفته از وضعیتش میگه. ما با صدای انفجار میخوابیم و با صدای انفجار بیدار میشیم. بچه های من نمیدونن کجا برن، از چادر میرن بیرون و میبینن بچه های دیگه هم اینجا هستن. این درست نیست، خدا نمیخواد ما بمیریم. ما در معرض نسل‌کشی هستیم. اونها از نظر روانی، جسمی، اخلاقی و بهداشتی هم به ما حمله میکنن. بچه ها در معرض گرسنگی هستند و غذا و آب و لوازم بهداشتی ندارن. اونها به ما گفتن از شمال غزه برای نجات جونمون خارج بشیم. من اونجا رو ترک کردم، اما انفجارها همه جا هست. کجا باید بریم؟ ما جابجایی رو تحمل کردیم، گرسنگی رو تحمل کردیم، ترس رو تحمل کردیم. چه چیز دیگه مونده که باید تحمل کنیم؟ یکی از فرماندهان حماس خطاب به اسرائیل گفته منتظر باشند چون جنگ هنوز شروع نشده. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا هم مدعی شده که حماس با داشتن استحکامات دفاعی از جمله تونل‌های زیرزمینی و ذخایر کافی مهمات و آموزش‌های نامتقارن قادر خواهد بود در جنگ طولانی مدت در برابر واحدهای زرهی و مکانیزه ارتش اسرائیل مقاومت کند. ارتش اسرائیل در مقابل در شبکه پیام‌رسان اکس با اشاره به حمله نیروهای پیاده و زرهی به شمال غزه نوشته این حمله فقط بخش از مراحل آماده سازی ارتش برای مراحل بعدی جنگ. با گذشت 20 روز از منازعه اسرائیل و حماس، شیوه اطلاع رسانی طرفین در شبکه‌های اجتماعی اهمیت ویژه پیدا کرده. وال استریت ژورنال در یک مقاله تحلیلی با اشاره به اینکه این روزها سوگیری رسانه‌ای درباره منازعه بالا گرفته، این سوال رو مطرح می‌کنه که آیا اسرائیل می‌تونه در نهایت در این جنگ رسانه‌ای پیروز بشه. اینجا در اورشلیم میره جاودان فر تحلیلگر مسائل اسرائیل به ما پیوسته. در این جنگ رسانه‌ای چطور داره عمل میکنه اسرائیل؟ یکی از هنرپیشه‌های معروف اسرائیل که یک سریال داره در نتفلیکس نوشته اسرائیل تنها کشوری هستش که برای که بتونه از خودش دفاع بکنه، برای حق دفاع کردن از خودش باید از این حق دفاع بکنه. ببینید بخش من عذرخواهی بکنم، آقای بهروز تورانی روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه هم از ریدینگ به ما پیوستن که در ادامه باشون هم صحبت میکنیم. باز سلام خدمت آقای تورانی ارادت. برای همین برای اسرائیل بسیار مهم هستش که بتونه نظرات خودش رو نشون بده. به حماس هم داره سعی میکنه، ولی در حال حاضر به خاطر اینکه ببینید بستگی داره، این واقعا کسانی هستن در این دو مثلا کسانی که حامی اسرائیل هستن و کسانی هستن که مخالف اسرائیل هستن. افراطی ها اگه شما بخواید انتظار داشته باشید که بخوان عقیده خودشون رو عوض کنن، مثل اینی که ازشون انتظار داشته باشید که گروه خون خودشون رو عوض بکنن، غیر ممکنه. کسانی هستن که افراطی ان، حالا هر چی بشه یا نشه دیدگاه خودشون رو عوض میکنن نمیکنن، ولی کسانی هستن در
کشورهای غربی به خصوص که به نظر من واقعا چهرهشون در مورد حماس دیدگاهشون عوض شده به خاطر این قتل عامی که انجام شد. در حال حاضر حملات اسرائیل هم میتونه ضرر بزنه، ولی به خاطر اینکه حماس الان تا حدی اعتبار خودش رو از دست داره، به خاطر اینکه گفت اسرائیل زد 500 نفر رو در این بیمارستان کش که میدونیم که نبود، تا حدی حماس در این بازی تا حدی بازنده بود، ولی خیلی پشت اسرائیل، یعنی عقب‌تر از اسرائیل نیستش. ولی در اروپا اسرائیل نهایتاً نمیتونه خیلی برنده باشه، چون اونجا حامیان حماس خیلی بیشتر هستن، مهاجران مسلمان نسل اول یا نسل دوم از کلیمیان در این مناطق بسیار زیادتر هستن. به طور مثال در انگلستان یه حدود فقط 300 هزار نفر یهودی هستش، فکر کنم 1.5 میلیون مسلمان هستش، 5 برابر هستش. پس معمولاً کسانی مردم از طوایف خودشون حمایت میکنن، نه این طبیعی هستش. پس در کشورهای مانند اروپا سخت‌تره، ولی باعث بگم که ولی کلاً این اقدامات واقعا قتل عامی که حماس انجام داد، توجیه کردن و جلوه دادن حماس به عنوان یک گروهی که مانند داعش هستش برای اسرائیل آسان‌تر شد. آقای تورانی، به گمانم نکته که خیلی موضوع رو پیچیده کرده در بسیاری از موارد اینه که بالاخره روزنامه‌نگاری مدرن و به قول غربی ها ابجکتیف تلاش بر این هستش که شما همه طرف ها رو همه طیف ها رو منعکس بکنید، ولی در یک موردی وقتی یک گروهی اقدامات با قساوتی مثل آنچه که در روز 7 اکتبر اینجا در اسرائیل دیدیم انجام میده، مقصودم حماس هست، چقدر این کار رو سخت میکنه که شما بخواید هم سمت اسرائیلی رو پوشش بدید هم سمت فلسطینی رو، بدون اینکه این اتهام متوجه رسانه بشه که داره از حماس حمایت میکنه؟ کار بسیار سخت شده، برای اینکه هر دو طرف مشغول تبلیغات هستند، لزوماً هر دو طرف در همه موارد همه حقیقت رو بیان نمی کنند. از طرفی رسانه ها باید یک قدم به عقب برگردن، شاید به دورانی که در رسانه‌های غربی کم و بیش تموم شده، گرچه هنوز به طور سازمانی در سازمان‌های رسانه‌ای مثل بی بی سی ما داریم این نقش رو، یک نقشی هست در رسانه‌ها به نام کنترلر که در ایران بهش میگن ناظر پخش. این وظیفه این شخص یا وظیفه اون قسمتی که این کار رو بر عهده میگیره در واقع نوعی از دروازه‌بانی خبره. یک قسمتی از دروازه‌بانی خبر این است که شما در هر حال با این در همه جنگ ها آدم ها کشته میشن، بچه ها کشته میشن، صدمات خیلی شدید دیده میشه. اولا نشون دادن اینها به عموم مردم کار خیلی درستی نیست، شاید صحبت کردن دربارش درست‌تر از نشون دادنش باشه. دیگر اینکه موقعی که نگاه میکنین میبینین به هر حال شما دارین درباره یک جنگ گزارش میدین، یعنی انتظار ندارید که اتفاقات خیلی دوستانه‌ای درش واقع بشه. تبلیغات جنگ یعنی کاری که هم اسرائیل داره میکنه و هم حماس و همه طرفداران او در خاورمیانه و در جاهای دیگه در اروپا، در آمریکا دارن انجام میدن. هر دو دارن تبلیغات جنگی انجام میدن، دارن پروپاگاندا انجام میدن. پروپاگاندا یک بخشی از جنگه، ولی یکم برای ببخشید حرفتون رو قطع میکنم آقای تورانی، یکم برای اسرائیل بی انصافی اینطور نیست؟ چون بالاخره اسرائیل فرض بکنید در همین مورد الجزیره اجازه میده که خبرنگاران الجزیره اینجا فعال باشن، پوشش بدن، در شهرهای مختلف اسرائیل باشن. خب این در مورد مشابهش وجود نداره، یعنی خبرنگاران اسرائیلی که طبیعتاً در غزه نیستن، غزه به کنار، همین الان در دوحه قطر هم نمیتونه خبرنگار اسرائیلی بره و مثلا از دولت قطر انتقادی بکنه. این چقدر اسرائیل رو در یک موقعیت دشوار قرار میده، برای اینکه به هر حال به عنوان یک کشور دموکراتیک باید به این رسانه‌ها آزادی عمل بده، ولی در عین حال خودش موقعیت مشابهی رو نداره که ازش استفاده کنه. اسرائیل از برتری‌های دیگری برخورداره، یعنی روایتی که اسرائیل ارائه می‌کنه در بخش عظیمی از جهان غرب با باورپذیری بیشتری همراهه نسبت به اون روایتی که طرف فلسطینی و به خصوص حماس ارائه می‌کنه. برای بیننده بسیار دشواره که روایتی رو که از طرف سازمانی مثل حماس ارائه میشه به راحتی آنچه که مثلا یک گروه طرفدار حقوق بشر فلسطینی بیان میکنه بپذیره. ببینید
همطور که عرض کردم این بخش از خود جنگ داره انجام میشه، یعنی همونطور که گلوله میاندازن به هم، موشک میاندازن به هم، این همون عملیات جنگی، یعنی بمب خبری در میکنن که ممکنه صرفا بمب صوتی باشه، یعنی معنی به خصوصی نداشته باشه، آتش تهیه ایجاد میکنن برای موقعی که میخوان یک عملیات بزرگ انجام بدن، روزها بمباران میکنن طرف رو، طرف مقابلشون رو با خبر، با اطلاعات بسیار. همونطور که دارید میبینید، یعنی لازم نیست من بگم، عملیات فریب دارن یا جمعیت ها رو، مخاطبان رسانه ها رو به یک طرف میتارانن، ولی اصل ماجرا رو، اصل هدفشون رو در جای دیگری از صحنه رسانه‌ای بیان میکنند. خیلی شبیه جنگ فیزیکی است که داره صورت میگیره، ولی بسیار مشکله برای هر کسی که در رسانه کار میکنه که بتونه تصویر منصفانه و درست ارائه بده. یعنی اصل بزرگ در کار خبر که راستی آزماییه این روزها بی اندازه سخته، یعنی فقط این نیست که شما با یکی دو منبع مراجعه بکنید و ببینید آیا این خبری که درباره این بچه یا این خانواده یا این اتفاقی که در جنوب غزه اتفاق افتاده چقدر صحت داره. کار آسانی نیست، یعنی اگر قبلا یک نفر برای یک بولتن خبری این کار را انجام میداد، الان هر رسانه ناچار بایستی یک گروهی بگذاره که بتونه این خبرها را راستی آزمایی بکنه. و باز هم هنوز من شک دارم که به خاطر پیشرفت علم دیسینفورمیشن، به خاطر پیشرفت نحوه رساندن فیک نیوز، نحوه رساندن اخبار جعلی به این بر اون بر، و به خصوص اخیراً استفاده از هوش مصنوعی، بسیار دشواره، غیر ممکن نیست ولی بسیار دشواره. شاید یکی از راه ها اینه که مثل موقعی که خبر مهمی رو عنوان میکنیم، معمولا ما میگیم که راستی آزمایی این موضوع توسط ناظران مستقل فعلا امکان پذیر نیست. هرگاه که بیشتر بتونیم در این باره اطلاعی کسب کنیم قطعا به شما بینندگان خواهیم داد، ولی این شک رو، این تردید در اینه که آیا آنچه که داریم نشون میدیم، به خصوص آیا آنچه که اشخاصی دارن در فیلم ها بیان میکنن، آیا کاملا حقیقت یا بخشی از حقیقت، این تردید رو ما به عنوان کسانی که در رسانه هستیم باید بازتاب بدیم، یعنی بگوییم به بینندگانمون که اینا چیزایی است که ما جمع کردیم و فکر میکنیم نزدیک به حقیقته، ولی این اگر که واقعا حقیقت 100% حقیقته، هنوز ما مطمئن نیستیم. ممکنه بعضی روایت ها، بعضی صحبت ها هست که ممکنه بعد از یک هفته، همچنان که شد در هفته های گذشته، بعد از یک هفته معلوم میشه که خبری که دادیم، هم نه که فقط شما داده باشین، همه رسانه ها دادن، معلوم میشه که یک فریبی بوده که از طرف یک دستگاه سیاسی یا یک دستگاه تبلیغاتی ارائه شده برای رسانه ها. آقای جاودانفر، این سوال میخوام از شما بپرسم که میفهمم که در بسیاری از موارد رسانه ها اشتباه میکنن، به خصوص در یک شرایط اینچنینی مثل جنگ اسرائیل و حماس که بالاخره دسترسی مخصوصا به اون سمت غزه بسیار دشوار هست. نمونش هم این بمباران این بیمارستان بود که اشتباهات زیادی در بسیاری از رسانه ها صورت گرفت. ولی از اون طرف هم میبینیم که بعضی از مقامات دولتی اسرائیل و مقامات نظامی اسرائیل شروع میکنن خصومت با رسانه ها، با نیویورک تایمز، با بی بی سی، با واشنگتن پست. چقدر این فکر میکنی حتی اگر اونا اشتباه کرده باشن که حتما در مواردی میکنن، چقدر کمک میکنه به تغییر نظر در مورد اسرائیل؟ ببینید، اسرائیل در تاریخی، یعنی از سال 2000 وقتی که از اولین انتفاضه و دومین انتفاضه و از اون ور به بعد با بی بی سی به خصوص روابط بسیار بدی داشته، به خاطر اینکه دیدگاه این بوده که بی بی سی نمیگه تروریست، اونها گروه ها رو به عنوان تروریست توصیف نمی کنه. خانم اورلا گرلین اگه اشتباه نکنم گفتش که بعد از اینکه آقای عرفات مرد من گریه کردم، و این دیدگاه همیشه وجود داشته که بی بی سی خیلی طرف فلسطینی رو گرفته. نیویورک تایمز هم همینطور گفتن که لیبرال ها، شما ما نمیتونید با چپگراهای لیبرال ما، چون اونا همیشه طرف فلسطینی ها رو خواهند گرفت. و در اسرائیل نگرانی وجود داشته و میشه گفتش که ناخرسندی بوده. و
ولی اسرائیل هیچ‌وقت اونا رو قدغن نکرده که بیان اینجا، ولی واقعا به خصوص در مورد بی بی سی واقعا یک تاریخ بسیار طولانی وجود داره که در اسرائیل دیدگاه وجود داشته که بی بی سی خیلی بیشتر از اسرائیل بوده در تحلیل خبرهاش. و ببینید مثلا خبر راجع به همین بیمارستان نیویورک تایم صحیح کرد، من مطمئن نیستم که بی بی سی بوده باشه صحیح کرده باشه تا الان، یا اینکه مثلا یکیشون وقتی با آقای نفتالی بنت حرف سوال میکرد گفتش که خب ما میدونیم که شما اسرائیلیا، خب اسرائیلیا دوست دارن بچه بکشن، شما حساب بکنید هیچ همچین سوالی به عنوان سوال، خب شما ما که میدونیم we know you like to kill children، یه همچین چیزی مثلا اینو ما میدونیم که شما دوست دارید بچه‌ها رو بکشید، همچین چیزی اصلا دیوانه کننده بود. پس تاریخی وجود داره پشت روابط اسرائیل و بی بی سی، ولی اسرائیل اونها رو قدغن نمیکنه و این مهمترین چیز هستش. پس کارشون رو ادامه بدن، حقیقت باید گفته بشه، حالا خط به منافع با باشه یا به ضرر. ممنونم از هر دو شما آقای مهر جاودانفر اینجا در اورشلیم با ما و بهروز تورانی روزنامه‌نگار و کارشناس رسانه از ریدینگ. ارتش اسرائیل بار دیگه حماس رو به ممانعت از خروج مردم غزه از مناطق شمالی این باریکه متهم کرده. ارتش اسرائیل یک فایل صوتی رو منتشر کرده که در اون یک سرباز اسرائیلی درباره چگونگی ممانعت حماس از خروج مردم میپرسه و در پاسخ مردی که ارتش اسرائیل اون رو از اهالی غزه معرفی کرده میگه نیروهای حماس به مردم شلیک میکنن. معاون رهبر حزب محافظه‌کار دولت کانادا بر ارتباط حماس با سپاه پاسداران تاکید کرده. ملیسا لنسمن در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفته بدون کمک‌های سپاه حماس نمیتونست به چنین اقداماتی دست بزنه. مانند بسیاری دیگه در کانادا، من هم در اسرائیل خانواده دارم. ما میتونیم تصور کنیم که وضعیت چقدر برای کسانی که در اسرائیل مورد این حملات جنایتکارانه و وحشیانه و سادیستیک قرار گرفتن دشواره. اما ما میدونیم که حماس توسط سپاه پاسداران و رژیم ایران تامین مالی میشه. ما میدونیم که حزب الله توسط رژیم ایران تامین مالی میشه. ما میدونیم که این دو جناح در حال ایجاد رعب و وحشت در اسرائیلند و متوقف هم نخواهند شد. و البته ما به فشار به این دولت ادامه خواهیم داد تا سپاه پاسداران رو به عنوان سازمانی تروریستی، چیزی که هست، معرفی و ممنوع کنه. هم برای مردم منطقه، هم برای مردم ایران، هم برای کانادا ها تا در خانه خودشون احساس امنیت کنند. آقای پولیف رهبر حزب محافظه‌کار در اظهارات خودشون اعلام کردن ممکن سپاه پاسداران از کانادا به عنوان صحنه‌ای برای حمایت جنگ‌های نیابتی استفاده بکنه. نظر شما چیه؟ بله قطعاً. ما با یک سازمان جنایتکار روبرو هستیم که توسط متحدان ما در ایالات متحده در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته. لیبرال‌ها در سال 2018 قول داده بودند که همین کار را انجام بدن. ما می‌دونیم که در حال حاضر عوامل و ماموران رژیم در کانادا هستند و دلیلش اینه که ما سازمانی رو که اونها بخشی از اون هستند یک سازمان تبهکار و تروریستی محسوب نکردیم و ما تا زمانی که این کار انجام نشه دست بر نمی‌داریم. کمیته مالی مجلس نمایندگان ساعتی پیش جلسه‌ای رو در مورد دارایی‌های آزاد شده جمهوری اسلامی توسط دولت بایدن برگزار کرد. این جلسه با آزادسازی 6 میلیارد دلار از کره جنوبی در بانک‌های قطری و آزادسازی 10 میلیارد دلار از عراق از طریق عمان تمرکز داشت و ناظر به نگرانی قانون‌گذاران از استفاده احتمالی این دارایی‌ها بر گسترش منازعه در منطقه بود. آرش علایی خبرنگار ما بیشتر در این باره توضیح می‌ده. آرش، جلسه ای بود که همونجور که شما گفتید راجب این بود که چرا دولت بایدن یا چگونه دولت بایدن این دارایی های جمهوری اسلامی را آزاد میکنه در حالی که ما میبینیم جنگ در منطقه در حال تشدید هست. نمایندگان جمهوری خواه خب منتظر بودن تا بخواد رئیس مجلس انتخاب بشود که روز گذشته این اتفاق افتاد و میبینیم اولین اولویت اونها به نظر میاد جز و اولین اولویت جمهوری خواهان همین داستان پول ها و منابع مالی جمهوری اسلامی بوده است. بارها دیدیم در طول این جلسه مشاجره بین دموکرات ها و جمهوری خواهان رو بر سر اینکه چگونه این پول ها به ایران رسیده است. داستان این بود که برخی از دموکرات ها از همون ابتدای جلسه شروع کردن دولت ترامپ رو متهم کردن به اینکه اگر هم یک پول نفتی از جمهوری اسلامی در کره جنوبی بوده به این دلیل بوده است که دولت ترامپ کره جنوبی اجازه داده است نفت بخرد از ایران، یا اگر ایران طلبی دارد از عراق به خاطر برق دلیلش این بوده است که دولت ترامپ اجازه داده است که عراق از ایران
برق بخرد و واسه همین اتفاق افتاده است. حالا بعدش هم این داستان دیگه دموکرات ها میگفتن دولت بایدن هر کاری که تونسته است کرده است که جلوی اینها رو بگیره. در مقابل جمهوری خواهان و به خصوص شهودی که در این جلسه حضور داشتن فرداد، مخصوصا ریچارد گولدبرگ که ما بارها در ایران اینترنشنال باش صحبت کردیم، جزء مقامات ارشد دولت ترامپ بود، جزء افرادی بود که جزء اون تیم اصلی بود که تحریم های ماکسیمم پرشر کمپین یا کارزار فشار حداکثری رو پایه گذاشتن، جزء اون افرادی بود که در تیم مشاورین امنیت ملی ترامپ بود. آقای ریچارد گولدبرگ به این ادعاها اینطور پاسخ داد. ایشون گفت فشار حداکثری از 19 ماه می 2019 شروع شده است و تمام این داستانا پول کره جنوبی، پول نفتشون، پول کشورهای دیگه که نفت خریده بودن از ایران، پول برقی که عراق از ایران خریده بود، همه اینها از اون روز در دولت ترامپ رفت توی یک حساب قفل شده، بهش میگن اسکرو اکاونت. این رفت توی سری حساب‌هایی که بله عراق هنوز بتواند از ایران برق بخرد ولی هیچ وقت نمیتواند پولش رو پرداخت کند. اون پول میره تو حساب مسدود شده و اونجا میماند تا موقعی که دولت آمریکا میگفت. ریچارد گولدبرگ گفت دولت بایدن الان با این حرکت قفل اون حساب‌ها رو باز کرده است و دیگه دست دولت بایدن نیست که بخواهن بگوین این پول‌ها کجا میره. بله جمهوری اسلامی میتواند ادعا بکند که این پول‌ها رو می‌خواد صرف مصارف بشردوستانه بکند، اما هیچ راهی دولت بایدن ندارد برای اینکه راستی آزمایی بکند این کارها را. و در نهایت هم در بخش‌های دیگه‌ای از این جلسه انتقاد شد از دولت بایدن برای ویزا دادن به حسین امیر عبداللهیان که امروز در شورای عالی امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی کرده است. نمایندگان جمهوری‌خواه به شدت انتقاد کردن از دولت بایدن در این زمینه. ممنونم از سارا شعلایی خبرنگار ما در کنگره آمریکا. و ممنونم از شما که ما رو همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از تظاهرات طرفداران فلسطینی در شهر بروکسل در بلژیک در مقابل ساختمان اتحادیه اروپا به پایان می‌بریم.